بسم الله الرحمن الرحیم سلام بیننده های گرامی و دانش آموزان عزیز امیدوارم همگی تان جور و صحتمند و سر حال باشید به یکی دیگر از درس های کیمیا شما را خوش آمدید میگم البته قبل از اینکه درس امروز خود شروع کنیم یک بار درس گذشته خود ما و شما مرور میکنیم خب درس گذشته ما و شما در مورد استحصال الکین ها و بعضی از الکین های مهم بود که از جمله الکین های مهم ما و شما ایتلین خوندیم، پروپلین بیوتلین و سایکلو پینتین اینا الکین های مهم بودند که ما و شما در درس گذشته در موردش گپ زدیم و یاد گرفتیم عنوان درس امروز ما و شما چی است درس امروز ما و شما درس بسیار ساده و آسان است در صفحه 80 کتاب شما فصل پنجم عنوان درس امروز ما و شما در مورد الکاین ها می باشد عنوان درس امروز چی می باشد الکاین ها درس بسیار ساده و آسان است انشالله که در موردش گپ میزنیم و بسیار اساسی و ساده شما یاد میگرین خب عنوان درس امروز خود اینجا نشته میکنیم الکاین ها الکاین ها بسیار درس ساده و آسان است اول ما و شما الکاین ها را تعریف میکنیم که الکاین ها کدام هایدروکاربون ها را میگه الکاین ها عبارت از هایدروکاربون های زنجیری غیر میگه که بین دو کربن مجاور آن رابطه اشتراکی سیگانه برقرار باشه یک بار دیگر میگم الکاین ها عبارت است هایدروکاربن های چی؟ هیدروکربن های زنجیری غیر مشبو را گوین غیر مشبو را گوین که بین دو کربن مجاور آن رابطه اشتراکی چنگانه رابطه اشتراکی سیگانه برقرار باشه ببینید رابطه اشتراکی سیگانه ای که در الکاین هاست ها شما در درس های گذشته خواندین و من مطمئن هستم که یاد دارین این رابطه متشکل از دو رابطه پای است جمع یک رابطه چی سیگما از سه سی رابطه دو دونش رابطه پای است و یک دونش رابطه چی میباشه سیگما بزرگترین مشخصه الکاین ها داشتن رابطه اشتراکی سیگانه شان میباشه مشخصه دوم الکاین ها است که پسوند نام الکاینها ها وای ای می باشه در حالی که در الکان ها پسوند نامشان ای ای بود در الکین ها پسوند نامشان چی بود؟ ای ای ولی در الکاینها ها پسوند نام به چی صورت می باشد؟ با صورت وای این ای می باشه. اولین مرکب الکاینها ها میباشه می باشد. ایتاین یا اسیتلین می باشد. به با او اساس الکاینها را به نام سلسله اسیتلین یاد میکنه با نامی چی یاد می کنه نام سلسله استیلن فرمول عمومی آلکاین ها CNH2N-2 می باشه CNH2N-2 بسیار ساده و آسان CNH2N+2 n فرمول عمومی آلکان ها بود CNH2N فرمول عمومی الکین و سیکلو آلکان ها بود در حالی که CNH2N-2 فرمول عمومی چی میشه آلکاین که عنوان درس امروز ما و می باشه قیمت این در الکاین ها از دو شروع میشه و بزرگتر از دو قیمت میگیره از دو و بزرگتر از دو چی میشه قیمت میگیره بسیار ساده برای شما قیمت گذاری میکنم شما یاد میگیرین خب به این قیمت گذاری کنیم در صورتی که قیمت این مساوی به چند شوه در صورتی که قیمت N ای ما مساوی و دو شوه خب Cn، این چند سی دو H. دو ضرب این نه دو ضرب دو 4 منفی دو چند میشه؟ 4 منفی دو دو میشه خب سی دو H 2 اولین مرکب الکاین هاسته که این مرکب به نام ایتاین یاد میشه به نام چی یاد میشه؟ ایتاین بسیار ساده و آسان نامش نوشته میکنیم نام از این مرکب میشه ایتاین پس نام چی میشه؟ وای این ای این مرکب را به نام اسیتلین هم یاد میکنه به نام چی یاد میکنه؟ نام اسیتلین اسیتلین بسیار ساده و آسان پس اولین مرکب الکاین ها به نام ایتاین یا اسیتلین یاد میشه به اساس الکاین ها را به نام سلسله چی یاد میکنه به نام سلسله اسیتلین یاد میکنه مرکب دومش چی میشه قیمت این خودم مساوی با چند متیم قیمت این خودم مساوی با 3 میتیم خب C N نه چند سی سه اچ دو ضرب ان نه دو ضرب سه شش منفی دو چند میشه چار سی سی ای چار مرکب دوم الکاین هاست که این مرکب به نام چی یاد میکنه به نام پروپاین یاد میکنه پس وان نامشان چی میشن؟ وای ان ای. قیمت ان خودم هم مساوی با 4 میتیم ان ای ما مساوی با چند مساوی با 4 میشه c 4 میشه h دو ضرب 4 8 میشه منفی دو چند میشه 6 مرکب سوم الکاین هاست که این مرکب را به نام چی یاد میکنه به نام بیوتان بیوتاین یاد میکنه در صورتی که قیمت این ما مساوی با پنج شود این مساوی با چند؟ پنج سی پنج دو برابر پنج ده میشه منفی دو چند میشه؟ اشت میشه سی پنج اشت اشت مراکب چند مراکب چارم الکاین هاست که این مراکب را به نام چی میکنه؟ به نام پینتاین یاد میکنه به همون صورت شاگردای خوب شما خودتان قیمت گذاری کنین شش کاربون هفت کاربون، هشت کاربون، نو تا ده کاربون خودتان قیمت گذاری کنین و نام مرکبش فقط پسوندش تغییر بتین و ای این این کنین نام مرکب ما و شما به وجود میاد شما ببینین چهار تا مرکبه که من اینجا فرمولش رو نوشته کرده می چهار تا مرکب از یک مرکب تا مرکب بعدی یک کاربون فرق میکنه مرکب اول ما دو کربن داره سه کربن چهار کربن پنج کربن اما تو یک یک کربن تفاوت داره هیدروژنشان مرکب اول دو تا هایدروژن داره مرکب دوم چهار تا باز شش تا باز هشت تا 12 تا همین رقم ما و شما به حساب نتیجه گیری میکنیم که الکاین ها از یک مرکب تا مرکب بعدیش به اندازه یک کربن فرق میکنه به اندازه دو تا هایدروژن. یعنی به اندازه CH2 تفاوت داره به همون خاطر میگه اینا دارای سلسله هومولوگ می باشه و سلسله هومولوگشان چی می باشه؟ CH2 پس ما و شما می میکنیم که تفاوتشون از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 است مرکباتی که به اندازه CH2 از یک دیگه خود تفاوت داشته باشه به نام چی یاد میشن؟ به نام سلسله هومولوگ یاد میشن بینان ما و شما نتیجه میگیریم نتیجه ای که الکاین ها دارای سلسله چی می باشه؟ هومولوگ می باشا. فرمول ساختمانی بعض از الکائن ها را ما روی تخته نوشته میکنیم برای شما توضیح میتونم شما خودتان به همین قسم که من نوشته میکنم شما یاد بگیرین و به حساب باقیش خود شما نوشته کنین خب اولین مرکب آلکین ها C2H2 هستن. دو تا کربن داره. اول ما دو تا کربن نوشتیم می کنیم. خب بین دو کربن رابطه اشتراکی چندگانه رابطه اشتراکی سه گانه خب رابطه اشتراکی سه هم دادیم. باقی روابط کربن با چی پر می با هیدروژن پر می هر کربن چند رابطه؟ چهار رابطه داره. کربن اولی ما شما سه رابطه، یک رابطه دیگه با هیدروژن. کربن دومی ما سه رابطه داره. یک رابطش با چی میشه؟ با هایدروجن. فرمولی که به وجود آید این فرمول فرمول اولین مرکب الکاین هاست که این مرکب رو به نام اسیتلین یا ایتاین یاد میکنه فرمول مولکولیش C2 H2 بود بین دو تا کربن چی است رابطه اشتراکی سیگانه فاصله بین دو تا کربن یعنی بین هسته کربن اولی و هسته کربن دومی در رابطه اشتراکی سیگانه 126 پیکومتر است 100 چند 126 پیکومتر است که ایرا میگه طول رابطه اشتراکی سیگانه بین کاربون و کاربون شما در درس های گذشته خوندین طول رابطه اشتراکی دوگانه چند بود؟ uh, 134 پیکومتر بود و طول رابطه اشتراکی یگانه چند بود؟ 154 پیکومتر به هر اندازه ای که تعداد رابطه بین دو تا هسته زیاد شود هسته ها نزدیک میشه طول رابطه کیمیایی چی میشه؟ کوچک میشه و کوچکترین طول در کجا وجود داره؟ در رابطه اشتراکی سیگانه کاربون کاربون است که 126 پیکومتر است خب شما در درس های گذشته شاگرد های خوب خواندین که در صورتی که بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی چندگانه باشد سیگانه باشد هایبردشان به با چه صورت می باشد؟ هایبردشان به با صورت اسپی می باشد و زاویه رابطویشان چند درجه می باشد؟ 180 درجه این زاویه رابطوی را که شما میبینین اینجا چند درجه میشه؟ 180 درجه بسیار ساده و آسان 180 درجه مالیکول شکلش خطی یا دو ساحهی میشه اگر کاربون ما اتم مرکزی بگیریم یک ساحه طرف راستش است یک ساحه طرف چپش است پس مالیکول ما مالیکول چی میشه؟ مالیکول خطی میشه یا مالیکول چند ساحهی مالیکول دو ساحهی میشه خب یک مرکب دیگر هم برای شما نوشته میکنه مرکب دوم الکاین ها با نام چی میشه با نام پروپاین فرمول ساختمانیش رو نوشته میکنیم خب اول سه تا کاربون براش میتیم یک کاربون دو کاربون سه کاربون فقط یک عدد رابطه سیگانه بتی باقی روابط باید یگانه باشه رابطه سیگانه در هر کربنی که دل شما شد نوشته کنین فعلا من رابطه سیگانه رو در کاربون اول نوشته میکنم باقی روابط مکمل باید چندگانه باشه گانه. خب هر کاربون چهار رابطه باقی روابط کاربون با هیدروژن تکمیل میکنیم خب این کاربون اول ما سه رابطه داره یک هیدروژن برش اضافه میکنیم چهار رابطه چی میشه پوره میشه کاربن دوم سه رابطه طرف چپ یک رابطه طرف راست چهار رابطه چی است پر است در حالی که کاربن آخری ما یک رابطه داره سه تا هیدروژن دیگه ما باید برازی اضافه کنیم تا چهار رابطه چی شوه پر شوه مرکبی که به وجود آمده این مرکب به نام چی یاد میشه به نام پروپاین یاد میشه مرکب دوم چی است الکائن هاستم شاگردای خوب یک چیز دقت کنین که بسیار مهم است شما فکرتان باشه که در الکاین ها فقط همین دو کاربونه که بایدشان رابطه سیگانه هستن فقط همین دو کاربون های بردش اسپیس ده زاوی رابطه وی 180 درجه و شکلش چی رقم است؟ خطی یا دو ساحه در حالی که کاربون آخره یک رابطهش با کربن است سه رابطه دیگهش با چیست با هیدروژن است مکمل رابطه های چندگانه داره یگانه داره یک کربن آخری ما دیگه هایبرت اس پی نداره هایبرت کربن آخری, چ... آخری ما با صورت چی صورت است هایبرت کربن آخری ما به صورت اس پی است به خاطر چی اس پی 3 به خاطر از اینکه کربن آخری ما چهار دانه رابطه اشتراکی یگانه داره یک رابطه این خود شما میبینید سه رابطه دیگهش با چی است سه رابطه دیگهش با هایدروجن است پس ما و شما نتیجه گری میکنیم که در الکاین ها فقط دو کاربونه که دارای رابطه اشتراکی سیگان است فقط همون دو کاربون هایبرت پی و زاویه رابطه ویش چند درجه است؟ یک سد درجه خب شاگرد خوب ما الکاین ها را شناختیم که مرکبات زنجوری غیر مشبوسته که دارای رابطه چی میباشد سیگانه دیگر اولین مرکب الکاین ها است به او اساس این مرکبات رو به نام سلسله چیوت میکنه استلین دیگه هایبرت از اینا به صورت ایس پی، ایس و اسپی رابطه ویشان رابطوی شون 180 درجه شکل مولکول به صورت خطی میباشه رابطه سیگانش متشکل از دو عدد رابطه پای است و یک رابطه سیگما که برای شما گفتم فرمول عمومی شون سی منفی دو قیمت این از چند شروع میشه از دو شروع میشه و الکاین ها نسبت به الکان ها 4 هیدروژن کم داره دیگه اولین مرکب الکاین ها است که دو تا کاربون داره و فقط دو تا هیدروژن داره شما میبینید که شکلش کاملا خطی است ها. هایبرید کاربون به صورت اس پی زاویه رابطه‌ای 180 درجه و طول رابطه‌ای که میای 126 پیکومتر است در صورت که رابطه ما بین کربن و هیدروژن باشد طول رابطه کیمیایی 110 و ده چی میشه؟ پیکو متر میشه موضوع بعدی ما چی است؟ موضوع بعدی ما ازومیری در چی؟ در الکاین هاست بسیار ساده و آسان برای شما میگم شاگرده خوب الکاین ها ایزومری فضایی نداره به خاطر چی به خاطر از اینکه شما ببینید امید دو کربنی که رابطه سیگانه داره فقط یک یک رابطه دیگه میتونه داشته باشه یعنی این شکلی سیس و ترنس تشکیل نمیشه و او اساس اینا ایزومری فضایی نداره تنها ایزومری که در الکاین ها وجود داره و نام ایزومری چی یاد میشه ایزومری ساختمانی یاد میشه که ایزومری ساختمانی در الکاین ها مربوط چی میشه؟ مربوط موقعیت رابطه اشتراکی سیگانش میشه که من در مثال بسیار ساده و آسان برای شما ثبوت میکنم خب یک مرکب اینجا نشنه میکنم CH سه رابطه C رابطه CH2 رابطه CH3 یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن داره خب چهار کربن که داشته باشه نامش چی میشه بیوتاین به خاطر از اینکه در کربن شماره یک رابطه اشتراکی چی است؟ رابطه اشتراکی سیگان است نامش میشه یک بیوتان نامش چی میشه؟ یک بیو تاین. بسیار ساده و حال حالا ما رابطه اشتراکی سیگانه را انتقال میتیم در کاربون شماره دو در اون صورت چی میشه؟ در اون صورت نشته میکنیم CH3 رابطه C C رابطه C رابطه چی میشه؟ CH3 شما ببینین این مرکب یک کاربن دو کاربن سه کاربن چهار کاربن همو بیوتاین است همو بیوتاین است ولی کاربن شماره دوی ما رابطه سگانه دارن به او اساس نام از مرکب میشه دو بیوتاین بسیار ساده و آسان شما شاگردای خوب و نازنین شما ببینین یک کاربن دو کاربن سه کاربن چهار کاربن سی چند میشه چهار میشه هیدروژنش یک دونه اینجاست دو دونه اینجا چند میشه Uh, سه دانه میشه سه دانه اونجا چند میشه شش دانه میشه اچ چند میشه شش این مرکب ما یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن سی چند چهار سه جمع سه چند شش هیدروژن پس دو مرکب نامایشون فرق میکنه شکلشون فرق میکنه ولی فرمول مولکولیشون یک رقم است با همدیگر ارتباط داره ارتباطش است که ایزومری یک دیگه خود است و کدام نوع ایزومری یک دیگه خود است ایزومری ساختمانی یک دیگه خود است شاگردای خوب و نازنین درس امروز ما و شما درس بسیار ساده و آسان همینجا ختم شد برنامه های درسی ما را از طریق کانال تلگرام مکتب تمدن و همچنان چینل یوتیوب مکتب تمدن نیز بیننده باشید تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان موفق باشید